Bismillahirrahmanirrahim. Şagirdai nihayet aziz, selam ve arz adab ve hizmeti hemen şagirdan aziz. İmruz hemen ma şuma aga hastim be khatir virus marz korona tamam makatib ve muassasat ta'limi hemen onha ta'til mi boshad و ما همچنان بنابر فیصله دفتر محترم مرکز تعلیمی اندخوی خواستیم درس های خود را از طریق صفحه فیسبوک مرکز تعلیمی و همچنان از طریق چینل یوتیوب مرکز تعلیمی و همچنان از گروپ های واتساپ که همراه شاگردان ایجاد نمودیم به دسترس شاگردان خود قرار دهیم. بسم الله میکنیم. این درس ما مختص میشه به شاگردای MCG2. خب از برنامه اکسل است. خب بسم الله میکنیم، بالای اکسل کلیک میکنیم، از استارت آمده. خب به این شکل صفحه برنامه اکسل ظاهر میشه. امروز در درس های قبلی تا کلیر خوانده بودیم، حال میپردازیم به درس سورت اند فیلتر. سورت اند فیلتر ای جدول های کلان را، یعنی بزرگ جدول های بزرگ را به ما فیلتر میکنه، یعنی تجزیه و به چیزا استفاده میکنیم. ببینین، ما قبلا به خاطر که وقت ما کم است و می خاطر من یک جدول قبلا تعیین نموده بودم، از او استفاده میکنیم. ببینیم به این شکل sort and filter in excel. خب کمی زوم میکنیم، ببینیم اینجا یک جدول داریم، اینجا سیریال نمبر است، دیت، خب سیتیز که شهرها، نام شهرها موجود میباشد در این کالم و همچنان سیلزمن، مرد فروشنده، یعنی ما یک کمپانی را مد نظر بگیریم، یک اجزای هاردویر یا بخش های کمپیوتر را ما تولید میکنیم، مثلا سی پی یو، ماوس، کیبورد، پرینتر، این شکل اجزای کمپیوتر را ما تولید میکنیم یا به فروش میرسانیم. ببینید در هر شهر ما این شهر هاست که ما در این نمایندگی داریم. خب این سیلزمن یعنی نام های ما، فروشنده های ماست و همچنان این پرودکت ما یعنی تولیدات ماست. خب این قیمت هایش است. خب کوانتیتی مقداری که ما سودا کردیم یا به فروش رساندیم، این کوانتیتی یعنی مقدار اجزای فروش شده است و این توتال اماونت است. توتال اماونت به منظور که سی پی یو مثلا 210 دلار باشه، دو دانه با فروش رسیده، دو دانش قیمت چند میشه؟ 420 افغانی میشه. خب به این شکل ایره میخواییم ما فیلتر کنیم. مثلا میخواییم که اینمی بالای سیتی کلیک کردیم، ما میخواییم صرف همی کابل فروش کابل یا بلخ یا هرات یکی همی شهرها را به ما نشان میتی. ببینیم بالای ازی کلیک کردیم، بالای سیتیز، خب با سورت این فیلتر میاییم. خب این کار فیلتر است که باز ما میکنیم. خب اول سورت میکنیم، ببینیم سورت ای تو زید، خب سورت زید تو ای. مثلا نام های همی شهرها از ای بی سی شروع شده باشه، از ای تا زد یا زد تا ای سعودی و نزولی با ما سورت میگنه. مثلا ای تا زد میگرم، ببینین ای تو زد، ای نداریم، بی آمد، ببینین بی اچ جی که به شکل. خب دوباره میم سورت زد تو ای، از یا تا الیف یا از زد تا ای سورت کنم. اما ببینیم به شکل سورت کردیم هر کدام شخواسته باشین. مثلا سی پی یو را میخواییم
سورت کنیم. A to Z ببینیم C, K, M به شکل یا Z تا A, Z تو A به شکل هر کدام شو خواسته باشیم به شکل ما سورت کرده میتونیم. خب بعدا میاییم بالای کاستم سورت میاییم. کاستم سورت یک دفعه جدول خود انتخاب میکنیم. خب وقتی که بالای کاستم سورت کلیک میکنیم به شکل ببینید اینجا یک پنجره باز میشه. این پنجره ما ببینید اینجا اد لیول داریم, دلیت لیول داریم, کپی لیول داریم, اینمی بخش لیول میگن. باز آپشن داریم, باز my data has headers. خب ببینید اینا چه کارا میکنن. ما از اینجا خواستیم از کدام هیدر ما میخواییم چی کنیم فلتر کنیم را. ببینید اینجا پرودکت نوشته یعنی انتخاب بوده. خب ما میخواییم که از طریق سیلزمن چی کنیم فلتر کنیم. سیلزمن ما در کالم چارم قرار داره. باز اینجا قیمت هایش هست ولیو از طریق قیمتش یعنی محتویاتش هر چی که باشه سورت میکنی یا سیل کلر این بخش را بعدا چیز میکنیم میخونیم یعنی رنگ اونم سیل ها از طریق رنگ سیل ها از طریق رنگ متن یا از طریق سیل آیکن اینا را بعد از ولیو میخونیم. ببینید اینجا میگیم ولیو باز اینجا میاید E to Z یا Z to A. خب میگیم که A to Z سیلزمن کالم سیلزمن را با ما چی کو فلتر کو از طریق ولی قیمتش و هم چی باشه A to Z باشه اوکی میکنیم. خب اینجا یک تیک داریم ما چک باکس. ای اگر تیک دار یعنی فال باشه چی میشه اینمی روی اول را به شکل هیدر را میگیره انتخاب میکنه قبول میکنه به خاطر که این را همیشه با ما ثابت باشه ثابت بانده. اینجا ببینید با اوکی میکنم. خب سیلزمن همراه این شروع شد احمد علی دوباره علی خب غنی به شکل کریم به شکل. خب حال میاییم ببینیم کاستم سورت بالا کاستم سورت کلک کردم. خب وقتی که ما کلک کردم ببینیم پس دوباره ما میخواییم چی کنم ایره ایجا کپی لیول داریم کپی لیول یا اد لیول ببینم مشکل نیست. ببینیم یا دلیت لیول میکنیم یا کپی لیول اینمی لیول رو به ما ده ایجا کپی کن یا اد میکنیم یا اینمی قیمت اگر مناسب باشه این امیره کپی هم بگیریم مشکل نیست. باز ببینیم ایجا احمد علی علی است. خب ما میگیم که اردو علی خو پس پیش آمد اما یکش مشخص میکنیم که در ایجا یک بخش یا یک فانکشن دیگه اجرا میکنیم. ببینیم ایره برفیلن کنسل میکنم اینمی علی را انتخاب میکنم به این شکل یک رنگ میتونم یعنی رنگ دادم به مشخص شد. ببینین احمد علی علی اونمو رنگی که داده بودیم اونمو از یک علی پایین است. میگیم چی که custom sort copy level از اینجا چی میکنیم سیلزمن را انتخاب میکنیم سیلزمن باز دوباره چی فانکشن میدیم سیل کلر انتخاب میکنیم باز میگیم کدام رنگ نمی رنگ داریم دیگه تاپ باشه یا باتم باشه یک علی خود داریم بی کلر از این بالا بیای یا پایین از این بیای باز قبلا همچنان در پایین از این است ما میگیم نه بالا از این بیای اوکی میکنیم. ببینید به شکل ببینید دو علی داریم اما گفتیم که یک فانکشن دیگه بالای از سورت اند فیلتر
اجرا کردیم، گفتیم یک علی که داریم، مثلا سیل کلر داریم، سیل کلر ما سرخ است، اونمو علی با بالای علی دیگه و ما چی کن؟ فیلتر کن. خب دوباره با کاستم میاییم. وقتی که با کاستم دوباره آمدیم، هر فنکشن که خواسته باشین نیجه هر حالتشه کپی لیول یا اد لیول کرده استفاده کرده میتونید. خود دوباره ما این را دلیت میکنم. وقتی که را دلیت کردم، اوکی کردم، هیچ مشکل نداره. خب میگیم از اینجا کلیر فرمتس، ببینید کلیر کردیم. حال با کاستم بیاییم، ببینین در اینجا سیل کلر داریم. ما سیل کلر ها را، یعنی سیل ها را به این شکل یک رنگ میتیم به زمینه ازی. مثلا این را به این شکل انتخاب کردم، از این را احمد را به این شکل انتخاب کردم. خب ایرم به این شکل انتخاب میکنم، به این شکل. به این شکل کلر دادیم. ببینیم این رنگ ما چهار رو ما یک رنگ، سی رو ما سرخ است، دو سی رو ما دیگه و رنگ تقریبا سبز است. ایره چی میگیم؟ از طریق سیل کلر ایره سورت میکنیم، انتخاب میکنیم اول جدول را، باز به سورت میاییم کاستم، باز اینجا میاییم که میگیم مشکل نیست، سیلز من باشه کدامشم باشه مشکل نیست. اینجا سیل کلر انتخاب میکنیم، سیل کلر باز آرده را باز میکنیم، به شکل میگه از کدام کلر، از کدام رنگ میگه چی میکنی؟ سرخ میکنی، یا سرخ باشه یا سبز باشه کدامش؟ ما میگیم سرخ، سرخ انتخاب کردیم. اینمی سرخ رنگ رو انتخاب کردی و پایینمی جدول قرار بگیره یا تاپ یا با بالای ازی. ببینین تاپ اون تاپ اون باتم، باتم و پایین سیل قرار میده، جدول قرار میده سیلای سرخ ما رو اون تاپ بالای جدول. گفتیم اون تاپ، اوکی. ببینید از طریق رنگ سرخ سیل ها چی کردیم؟ سورت کردیم را. بعدا میاییم بالای کاستم سورت. اینجا باز فوند کلر داریم ما. این فوند کلر ما چی میکنه؟ فوند کلر ما دوباره پاک کردیم سیل کلر ها را. ببینید حال چی میکنیم؟ حال مثلا احمد کدام رنگ داشته باشه؟ شکل رنگ احمد غنی به شکل. خب ببینیم به این شکل رنگ متن ما مختلف شد. حال انتخاب میکنیم تمام جدول را، بعدا میاییم به سورت این فلتر کاستم سورت، بعدا میاییم. خب اینجا سیلز من انتخاب است به این شکل. حال اینجا فوند کلر را میگیریم، فوند کلر ببینیم سه رنگ آرنده فوند خود. خب آبی سرخ به شکل، خب زرد سیاه خو نرمال رنگ از اینجا نمیاره، میگیم اونمو سرخ رنگ ها را با ما در بالا بیار. اوکی میکنیم به شکل رنگ های سرخ در بالا آمد، که رنگ هایی که رنگ متن سرخ باشه. خب پس دوباره اینا را کلیر میکنیم، کلیر فرمتس به شکل. خب جدول از ایرم دوباره جور میکنیم به شکل. حال دوباره بالای کاستم سورت کلیک میکنیم، ببینین
سیل آیکن داریم اینجا. سیل آیکن به شکل استفاده میشه. مثلا اینجا ما چی داریم؟ قیمت داریم، توتال اماونت داریم. اینجا کاندیشنال فرماتینگ قبلا در درس های حضوری را مطالعه کرده بودیم. خب اینجا میاییم داتا بارز آیکن سیتس هست. از این شکل یک شکل میگریم از اینا. ببینید قیمت پوینتر به این شکل نشان میده، قیمت های بالا را به این شکل. اینه میده سیل آیکن میگن. انتخاب میکنیم، میگیم که ببینید به این شکل کاستوم سورت میاییم. از اینجا چی میکنیم؟ از اینجا سیل آیکن را میگیریم. سیل آیکن در کجاست؟ ببینید نو سیل آیکنز میگه در کدام کالم ماست؟ در توتال اماونت است. ببینید از اینجا توتال اماونت انتخاب میکنیم، بعدا سیل آیکن. از اینجا ببینید به شکل حال این سبز انتخاب میکنیم، اوکی به شکل. ای بود سیل آیکن ما. دوباره با کاستوم سورت کلیک میکنیم، اینجا دیگه چیز نداریم. ببینیم به شکل. حال میایم با یک دفعه سیل از من انتخاب میکنیم به شکل. از اینجا ولیو را انتخاب کردیم، A to Z باشه و میگیم که my data has headers. ایره تیک از ایره غیر فعال میکنم، انچک میکنم. ببینیم باز در اینجا بجای که نام های هیدر ها بیایه، نام های کالوم ها آمد. ببینیم کالوم C، کالوم D، کالوم E به شکل. اگه تیک از ایره بانم چی میشه؟ نام های هیدر ها میایه. یعنی معنایش ای است که از اینجا ما هیچ کالم را، هیچ رو را نمیخواییم به شکل هیدر استفاده کنیم. ما میخواییم که ایره چی کو؟ سورت کو. از طریق کدام کالم؟ مثلا از طریق کالم دی یا کالم سی یا ای، کدامش هم باشه مشکل نیست. ببینید ای تو زید باشه. باز اینمی هیدر رو ما چی میکنه؟ تغییر میکنه، یعنی جایش تغییر میکنه، ثابت نمیمانه. ببینیم به شکل. ببینید خب دوباره اندو میکنم. هرگاه خواسته باشیم این را خود نمیخواییم در هر جا تغییر بیتیم، یعنی این باید ثابت بانه هیدر رو ما. باز دیگه با کاستوم سورت میاییم، تیک از ایره میگذاریم، باز ایره اوکی کردیم. ببینیم به شکل ثابت میمانه. خب دوباره به کاستوم سورت کلیک میکنیم. دیجا دو آپشن داریم. ببینید چی کار میکنه. با کپی لیول کلیک کردیم، هر کدومش خواسته باشیم بالا و پایین میکنیم. ببین مثلا از این جمع دیت رو گرفتم. خب اینمی لیول دیت رو از لیول توتال اماونت بالا میخوایم بگذارم. ببینید از اینجا ایره به این شکل کلیک میکنیم، به کلیک. ببینید اگر با پایین خواسته باشیم بانیم به شکل با پایین میمونیم. در اینجا باز چندین لیول داشته باشیم در اون زمان باز از استفاده کرده میتونیم. میخواییم ایره چی کنیم؟ ایره دلیت کنیم. ببینیم به شکل دلیت همچنان کرده میتونیم. خب اینجا گزینه دیگه داریم. ببینیم سورت تاپ تو باتم. برفیلن از بالا و پایین چی میکنه؟ سورت میکنه. خب سورت لفت رایت، سورت لفت رایت ما چی کار میکنه؟ ببینین یه بسیار کاربرد بسیار عالی داره. مثلا اینجا سیریال نمبر است. خب ما میگیم که سیریال نمبر ما کالم اول باشه. ببینین ما میخواییم از کالم سیتیز یعنی کالم ای کده کالم اف چی شوه؟ پیش بیایه. مثلا خب این کالم اول ما شد، سیریال نمبر درست است.
خب دت کدام کالم شوه؟ کالم مثلا سه سی تی ما کالم دو باشه. خب برفیل سی تی ما کالم سه است، یک دو سه. سیلزمن ما کالم پنج باشه، برفیل چهار است. پردکت ما کالم چهار باشه. پرایس ما کالم شش باشه. خب کوانتیتی ما کالم هشت باشه. توتال ما کالم نو باشه به شکل. یک دمی را بخواییم تغییر بدیم، مثلا از اینجا انتخاب میکنیم. خب با سورت اند فیلتر کاستم سورت کلیک میکنیم، باز از اینجا چی میکنیم؟ سورت left to right. که سنتسیف یعنی از حرف کلان کوچک انگلیسی بحث میکنه. خب او کی میکنه میره؟ خب میگه از کدام رو میگه چی میکنه؟ انتخاب میکنه. اول رو ما کدام است؟ رو شش است، عدد ما در رو شش است. ببینید ای کالم یک میشه، در مجاش قرار میگیره. اینمی سی تی ببینین بعد از دیت دیجا آمده. ببینین ای را چی میکنه؟ کالم دو میکنه، دیت را بر کالم سی. خب دوباره کالم چار ما پردکت میشه به جای سیلزمن، ای به جای پردکت میایه. ببین از کدام؟ از رو شش. اینمی شش چی میکنیم؟ میگه سورت میکنیم. از اینجا رو شش باشه، values انتخاب باشه، smallest largest یا largest smallest. smallest largest یعنی یک دهیجه smallest است، از smallest از کوچک تا و بزرگ شروع کن. خب ما چی میکنیم؟ ببینیم یک دفعه اوکی میکنیم. ببینیم یه تاریخ ما دهیجه جا با جانشت. ببینیم تاریخ دهیجه بود، در کالم دو بود، به کالم دو سی تی آمد، در کالم سی سی تی بود، به کالم دو آمد پردک. ببینیم به این شکل ما چی کردیم؟ ایره سورت کردیم، یعنی تنظیم کردیم از طریق افقی. خب شاگردای عزیز ای بود سورت ما، سورت ما. خب باز به فیلتر می آییم. ببینید وقتی که به فیلتر بیاییم، جدول رو انتخاب میکنیم. خب با فیلتر کلیک میکنیم به این شکل. ببینید اینجا آپشن فیلتر هم اینجا موجود میباشه. اینجا هم سورت A to Z، سورت Z to E. خب سورت بای کلر، مثل بیشتر کاستم سورت اینجا کار کردیم. فونت کلر، سیل کلر به این شکل. خب دوباره اینجا میاییم پردکت. خب اینجا باز وقتی که به این سورت رو انجام میتیم، از این طریق کلیر کرده میتونه. فیلتر بای کلر باز از این طریق، از طریق رنگ های فیلتر هم چنان تکست فیلتر باز از این مسئله با چه باشه اینا رو کار میکنیم. ببینیم به این شکل ما میخوایم که سلیکت آل را چه کنم؟ از انتخاب بکشم. ما میگیم حالا ببینین اول دیجه سی پی یو چند دانه باشه با ما دیجه سورت کو، یعنی فیلتر کو. ببینین سلیکت آل غیر فعال کردم. خب از اینجا سی پی یو رو فعال کردم. اوکی تمام سی پی یو رو با ما چی کرد؟ تمام سی پی یو رو با ما فیلتر کرد. پس دوباره میایم اینجا کلیر فیلتر به این شکل. خب بعد دوباره بالا ازی کلیک میکنیم. از اینجا equal to does not equal to، ما میگیم که does not equal to begins with ends with
ببین اولی را کار میکنیم اکوال تو یعنی مسایب سی پیو باشه اونا ما را پیدا کنیم مثل که دیجه کار کردیم. خب ما میگیم نه سی پیو نباشه does not equal to چی؟ سی پی یو دیجه ناشته کردیم اوکی. ببینیم بدون سی پی یو تمام پردکت های ما را نشان داد دیجه. خب دوباره میره چی میکنم از این طریق دوباره کلیر کردم میتونم از این طریق میتونم کلیر کنیم. خب اینجا کلیر میگیم وقتی که دیجا بدون سی پی یو ما چیز کردیم فیلتر کردیم. خب باز میگیم بگین زوید همون کلمه از کدام کلمه شروع شوه اون همون نام ها را یا نام های پردکت ها را دیجا حذف کو. مثلا مانیتور و ماوس دیجا اولش مانیتور همچنان ام است و همچنان ماوس همچنان ام داریم. مثلا از اینجا نامی بگین ز انتخاب بگین زوید ام انتخاب کردیم بگیم اوکی. ببینید خب اینجا اونمو مانیتور و ماوس دیجا چی بود همراه ام شروع میشد. ببینید به شکل مانیتور ماوس بعدن ری اپلای دیجا داریم. مثلا دیجا متوجه شده باشین ما گفتیم که همراه ام شروع شده باشه اونمو پردکتور را به ما نشان بده فیلتر کن مانیتور ماوس. بعد از اینکه من فیلتر کردم تا حال ایجا چی نکردم کلیر نکردم. وقتی که نمی فیلتر کرده باشم همون زمان چی میکنم دمی فیلتر مانیتور مثلا سی پی یو جور میکنم مثلا سی پی یو باشه. باز دوباره ایجا چی میکنم ری اپلای اونمو فانکشن یعنی فرمول قبلی این را دوباره بالای زی اپلای کرد. فرمول قبلیش چی بود هر کلمه که هر نام پردکت ما که همراه ام شروع میشد اونمونه را با ما فیلتر کو گفته بودیم اونمو فانکشن داریم بر فعل فعال است. اما بعد از که ما را فیلتر کردیم تغییر دادیم نام از ایره از ام به سی حال میگیم اونمو قبلی فنکشن را دوباره بالای ازی اپلای کو. ببینید صرف ماوس مانده ایجا. خب یاد ایجا فلتر هم کلیر میکنیم. ببینید پس دوباره کلیر کرده میره دوباره میاییم اینجا فلتر ساده بود. ببینید خب ایره غیر فعال میکنیم آپشن های فلتر رو. اینجا میاییم باز با تب دیتا اینجا همچنان فیلتر داریم ای مثل فیلتر قبلی همچنان از اینجا از هوم از تب هوم آمده از اینجا همچنان فیلتر فعال کرده میتونیم یا غیر فعال کرده و از تب دیتا همچنان ما فیلتر فعال و غیر فعال کرده میتونیم. ببینید اول در اینجا ادوانس فیلتر داریم یعنی فیلتر پیشرفته از این چه کارها کرده میتونیم. ببینید در اینجا هم کلیر اون ری اپلای در اینجا هم موجود است اونم کار قبلی را میکنه. ادوانس فیلتر اینجا اضافه شده. ادوانس فیلتر چی میکنه مثلا وقتی که خواسته باشیم از ادوانس فیلتر استفاده کنیم اینمی هیده را انتخاب میکنیم کپی میکنیم. ببینیم به این شکل کپی هر کجا خواسته باشیم پیست میکنیم را به این شکل دیجا میاییم و پیست کردیم. ببین اونمو هیدر آمد دیجا آمد. خب حال ما میگیم ایره اینمی جدول به ما فیلتر کن چه رقم فیلتر کنم. از قبلا خود میگفتیم که دیجا فیلتر اگر فعال باشه اونمو با ما سی پی یو را فیلتر کن. سی پی یو را انتخاب کردیم یک اونمو سی پی یو آمد. باز میگیم نه
دو بخش را یا سه بخش را با ما فیلتر کو. مثلا باشه مساوی به دبل کوتیشن مثلا کابل دبل کوتیشن باشه، انتر. باز میگیم که ده کابل چی چیزا بود؟ ده کابل راوتر با فروش رسیده، باز دیگه ده کابل سی پی یو و ده کابل دوباره سی پی یو، ده کابل دوباره چیزی نی. ببین ده کابل یک راوتر است و یک همچنان سی پی یو، سی پی یو دوتا است. ما میگیم با پایین می پردکت هر کدوم میشه با پایین مو کالم نمشته میکنیم، میگیم که سی پی یو. خب باشین مساوی به دبل کوتیشن سی پی یو دبل کوتیشن انتر. میگیم کابل را سی تی، شهرهایی که ما دفتر داریم یا فروشنده داریم، از شهرها کابل را فیلتر کو، از پردک یا تولید ما سی پی یو را با ما چی کو؟ فیلتر کو. در کابل به فروش رسیده باشه چی؟ سی پی یو. اما در کابل راوتر هم داریم، اما ما نمیخواییم چی کنیم؟ راوتر را سورت کنیم. یعنی صرف اینمی هر دو باید با ما سورت کنیم و با ما معلوم کنیم نتیجه را. به ادوانس فیلتر میاییم. ببینیم ما کارسر را به خاطر داشته باشیم، ما کارسر را در لیست انتخاب کردم. ببینین خب کارسر را به جدول، یکی از سیل های جدول میگذاریم، میایم به ادوانس فیلتر میایم. ببینین یک دو گزینه داریم دیجا، فیلتر در لیست این پلاس، دوم کپی تو انادر لوکیشن. میگه این همه لیست را در اینجا میخوای فیلتر کنید همه جای خود، یا اونمو فیلتر شدگی بخش رو به جای دیگر میگه انتقال میدی یا کپی میکنی. اول فیلتر در لیست این پلاس را انتخاب میکنیم. وقتی که ما کارسر خود را در بین اینمی سیل ها، یک اینمی سیل ها را با سیل ها گذاشتم، ببینین اونمو جدول اتومات مجدول اتومات چی کرد؟ خودش انتخاب کرد. این جدول مکمل انتخاب میکنیم به این شکل. اگر انتخاب نکرده باشیم ایرا دلیت، باز سر تا سر تمام جدول ما رو انتخاب میکنیم. باز میگیم که کریتریا بالای ازی کلیک میکنیم. باز در کریتریا اینمی هیدینگ کپی کرده بودیم، همراه اونمو رو پایینی انتخاب میکنیم. خب بعدا اوکی میکنیم. ببینیم اونمو شهر کابل که ما در اینجا در فنکشن اضافه کردیم، اینجا همچنان اونمو پردکت های ما، اونمو سی پی یو که در کجا در کابل به فروش رسیده باشه به ما ایرا فلتر کو به شکل. خب پس دوباره میایم چی میکنیم؟ کلیر میگیم، دوباره ایرا کلیر کردیم. خب میگیم که سی پی یو خب بعدن میایم که با پرایس، با پرایس میایم که سی پی یو که مثلا در کابل به فروش رسیده باشه چند رو باشه؟ 210 رفعه به فروش رسیده باشه، 210 افغانی به فروش رسیده باشه، او را به ما فیلتر کن. ببینین در شهر کابل سی پی یو قیمتش هم 210 افغانی باشه، اما در شهر کابل ایجا ببین در شهر کابل سی پی یو به قیمت 466 افغانی هم داریم، اما 210 افغانی در اینجا هم سی پی یو در شهر کابل داریم. ما ایره مشخص کردیم نه، اونمو سی پی یو را با ما فیلتر کو در شهر کابل و 210 افغانی به فروش رسیده باشه. خب پس میایم اینجا
خب به شکل ادوانس فیلتر میره انتخاب میکنیم یک قسمت رو خب میرم دلیت هر دو رو انتخاب میکنیم به شکل باز فیلتر میکنیم ببینیم اونمو سی پی یو که به 210 افغان در کابل به فروش رسیده بود اونمو را به ما از خود این میقل لیست چی کرد به ما فیلتر کرد یعنی نشان داد به ما خب را بس دوباره کلیک میکنیم و کلیر میکنیم خب حال ببینین دوباره من یک جدول دیگه دارم که قبلا بالایش کار کرده یعنی تنظیم کرده ماندم که شما ببینین و بالا از کار میکنیم دوباره خب و جدول ما اینمی جدول است ببینین یک دو سه چهار پنج شیت داریم دیجا هر کدومش یک طریقه مهمش است ببینیم دیجا ما چی داریم سلزمن مثلا داریم یا شهر سیتی ها به این شکل ما انتخاب دیجا اینمی سیتی رو ما انتخاب کنترل سی یا بالای زی کلیک میکنم کپی میکنم ببینیم به این شکل کپی کردم یه را کروتریا جور میکنم ببینیم به این شکل در اینجا پست میکنم به این شکل پست کردم باز در اینجا مثلا کابل نوشته میکنم کابل خب در اینجا ما میخواییم که اینمی فیلتر را به جای دیگه کپی کنم ببینیم در بین جدول خود کرسر را میگذاریم میاییم به دیتا تب بالای ادوانس فیلتر کلیک میکنیم ببینیم بیشتر فیلتر در لیست این پلاس یعنی قبلا را خواندیم که لیست را در جای قبلی خود در جای خودش فیلتر میکردیم حالا میگیم اونم فیلتر شده گیرم با ما چیکو به جای دیگه انتقال بده ببینید کپی تو انادر لوکیشن اول دیجا کلیک میکنیم ببینید بسته جدول ما انتخاب است و دیجا کریتریا میگه کریتریا چرا از خود ازی بکشم دیجا ما تنظیم کردیم کریتریا از جمع سیتی یا شهرها با ما شهر کابل را فیلتر کن چند تا کابل داریم؟ یک کابل دو کابل سه کابل داریم دیجا ببینید در کریتریا اینمی هر دو سی را انتخاب میکنیم باز دیجا کلیک میکنیم میگیم که در کجایی را فیلتر کنم میگیم اینمی جا دیجا با ما فیلتر کن ببینید اوکی فرمیدش ببینیم به شکل تاریخ سه تا کابل داشتیم اونم کابل رو به ما چی کرد فیلتر کرد و نتیجه را به جای دیگه به ما چی کرد کپی کرد خب این یک طریقه ازی بود ببینیم به شکل یک طریقه ایش هست از خط سیتی کابل رو به جای دیگه ما چی کردیم فیلتر کرده کپی کردیم به شیت دو میاییم این جدول رو در شیت دو همچنان داریم ما ببینیم به این شکل کمی زوم میکنم جدول رو ببینیم دیجا مثل قبلی اونم پرایس رو کپی کردم و دیجا هم گفتم که اونم قیمتی که از 400 پایین باشه علامه چی کوچک یعنی شفت را فشار داده پهلوی کلید سوالی را فشار میتین بعدا 400
قیمتی که تمیز جدول وجود داره اونمو قیمت چه باشه از 400 پایین باشه، اونم اونا را به ما فیلتر کو و به جای دیگه به ما را کپی کو. خب انتخاب میکنیم، یعنی کرسر را به جدول میگذاریم و دوباره میایم ادوانس فیلتر. وقتی که به ادوانس فیلتر آمدیم ببینیم به این شکل کپی تو اندر لوکیشن، جدول خود به خود اتومات انتخاب، خال رنج کدام است؟ رنج است. به این شکل اردو سیل انتخاب کردیم رنج میگه کجا کپی میکنیم، به اینجا کلیک میکنیم میگیم ده اینجا کپی میکنیم. اوکی ببینیم قیمتی که از 400 پایین است اون نمونه را به ما فیلتر کرده و جای دیگه چی کرد؟ پیست کرد به این شکل. بعدا میریم به شیت 3. در شیت 3 همچنان اونمو جدول را داریم، اما در اینجا دو فنکشن را با ما اجرا میکنه، یکی سی تی را یکی هم علی. مثلا در بین سی تی در بین شهرها که ما فروشنده داریم از اون شهرها بلف را با ما فیلتر کو و نام فروشنده که نامش علی باشه در برخ باشه اونم رو با ما فیلتر کن. ببین چند تا، دو تا علی داریم، یک علی از بلخ یک علی دیگه از کابل، اما با ما اینمی علی یک دانه داریم، اینمی رو با ما اینجا فیلتر کنه. ببینین بالای جدول کلیک میکنیم با دیتا میاییم تب دیتا ادوانس فیلتر میگیریم از کپی تو انادر لوکیشن از اینجا. خب به این شکل همچنان انتخاب کرده میتونیم. خب از اینجا اردو سیل رو انتخاب میگیریم، باز از اینجا کجا کپی میکنیم اونمو قسمت انتخاب میکنیم. اوکی ببینین در شهر بلخ یک علی داریم، اونمو علی را با ما چی کن؟ فیلتر کن. اما علی در کابل همچنان داریم، اما ما گفتیم که در شهر بلخ که علی باشه، علی نام را با ما دیجه که از شهر بلخ باشه با ما فیلتر کن. این به شکل. خب پشیت 4 میاییم، ببین دیجه تاریخ است. تاریخ همچنان میگیم که اونمو تاریخ که بزرگ است چی باشه، کمی زوم میکنم، تاریخی که بزرگ است یعنی 2019 و 2017 باشه مثلا از این به بعد، این در اینمی تاریخ هر چقدر پردک فروش شده باشه اونم اونا رو به ما نشان میده مکمل. چی میکنیم؟ خب بالای جدول کرسر میمانیم و بعدا به ادوانس میاییم کپی تو انادر لوکیشن، جدول ما مکمل انتخاب است، از دیجا کلیک میکنیم. خب کریتریا رو انتخاب میکنیم و بعدا کپی تو انادر لوکیشن، اینجا موقعیت خود را انتخاب میکنیم، اوکی میکنیم. ببینیم از بالاتر از 19 بود، 27/2019/2017 خب 21/2017 22/2017 اینمی چیزا، اینمی شهرها، اینمی پروداکت ها و فروش رسیده. ببینید 20/21/22 بالاتر از یا بزرگتر از تاریخ 19 به شکل. خب یک شیت داریم یک شیت خالی داریم. ببینید دیجه خوب دقت کنین، پیشتر ما تا حال اینمی فیلتر را یعنی جدول را در این شیت در اینمی شیت ما در قسمت دیگه کپی میکردیم و فیلتر میکردیم کپی میکردیم به این شکل. اما ما میگیم این بار چی کنم؟ اینمی جدول را فیلتر میکنم، اینمی
کپی را به شیت دیگه میبرم به شکل. حال شما متوجه باشین. کرسر را ما دیجا کلک کردم. باز میایم ادوانس فیلتر. خب ادوانس فیلتر اینم جدول مکمل انتخاب است. خب کریتریا مثلا اینمی کریتریا باشه، میگیم که select another location مام ای باشه. اما دیج یک ایرور با یک ایرور ما چی میکنیم؟ مقابل میشیم. ببینین اوکی میگه you can only copy filter data on the active sheet. میگه تو فقط اطلاعات فیلتر شده را به صفحه یعنی به شیت اکتیو یعنی فال چی کده میتونی؟ کپی کده میتونی. یعنی فال معنیش چی است؟ اینمی کرسر را دیجا گذاشتیم اینمی فال شد. خب اگر کرسر را به این صفحه گذاشتیم به این شکل این صفحه فال شد. ما قبلا چی کده بودیم؟ کرسر را دیجا گذاشته بودیم. میگیم نه، دیجا میگذاریم کرسر را، ای حالی اکتیف شید شد. پس دوباره چی میکنیم؟ به ادوانس فیلتر میاییم. وقتی ادوانس فیلتر میاییم کپی تو انادر لوکیشن را انتخاب میکنیم، به ایجا کلیک میکنیم. اطلاعات ما از کدام شید میه؟ از شید 4. به شید 4 کلیک میکنیم، اطلاعات خود را به شکل کمال انتخاب میکنیم. بعدن کریتریا را انتخاب میکنیم. کریتریا کجاست؟ کریتریا ما همچنان صفحه 4. اینمی کریتریای ماست. دوباره کپی تو کجا؟ اینمی شید، اینمی قسمت. ببینید شید جدید اوکی. ببینید به شکل ما به شید دیگه همچنان فیلتر نتیجه فیلتره جدول ما را دیجا همچنان و صفحه بعدی همچنان آورده میتونیم. خب قبلا به شیت 4 کرسر را گذاشته اینمی عمل را اجرا کردیم به ما یک ایرور داد. اما به یاد ما باشه که اینمی کرسر اینمی شیتی که ما کپی فیلتر را میخواییم دیجا ایجاد کنیم دمی شیت باید کرسر ما فعال باشه. خب شاگردای عزیز ای بود درس امروزی ما. تا به درسای بعدی انشالله شما را به خدای یکتا و یگانه می سپارم. زنده و سلامت باشین.